بعد در روایت شریف داره پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و اصحابشون می رفتن رسیدن به یک زمین بیاب و علف. حضرت فرمودن که هر کس بره به قدر توانش هیزم بیاره. گفتن این عرض قرعاست، عرض بیاب و علف، اینجا علفی نداره که خوش شده باشه که هیزم داشته باشه. حضرت فرمودن هر کسی به قدر توانش بره بیاره. رفتن هر کسی یه قطعه برداشت آورد ریختن روی هم دیگه، یه مرتبه شد یک کوه از هیزم. حضرت فرمودن مردم فردای قیامت گناهان شما اینجوری رو هم دیگه هم باشته میشه. یه نگاه به نامحرم کردی ازش گذشتی، یه غیبت کردی یادت رفت، یه تهمت زدی یادت رفت، صدای لهو لعب شنیدی یادت رفت، تو مجلس گناه شرکت کردی یادت رفت. یه مرتبه اینا رو جمع میکنن، کرامن کاتبین الذین وکلتهم به حفظ ما یکون و منی، قیامت میریزن جلومون. خدایا منو یه میلیون گناه دیگه. بله دو گناه رو کردی یادت رفت، استغفارم نکردی، توبه هم نکردی، این خیالت هم نبود. آخه اینا رو ما ثبت کردیم، اینا رو جمع کردیم، رو هم دیگه هم باشته کردیم. بذار روایت داره 1000 سال از سالای قیامت که هر روز قیامت 1000 سال دنیاست، نگرمون میدارن موقف اللسان برای گناهان زبون هم بجرد، موقف العینین. 1000 سال پیغمبر میگه نگرت میدارم برای گناهان چشا. بعضی از این حرفا خوششون نمیاد، میگن یا آقا در رو بهش دوا کنید، همه رو بیشت تو بهش، خدا خیره بریم شبان پای منبر. یا آقا یا آقا چیزایی میگه، یه جوری آقا از اسلام برای من بگو که با همین لحو لحو هم بسازه، ما تو خونه هم نوار هم داریم، ویدیو هم داریم، ماهوار هم داریم، یه جوری خلاصه جفت جور کن ما رو با همین حرفا، خلاصه ببری به بهش. هم نمیپسندن خیلی ها، ما نمیپسندن دل مردم حرف بزنیم که وظیفه چیه؟ پیغمبر از خوف آتش جهنم گریه می کرد، علی گریه می کرد،